مونونی دهاتی اورمیتان میتوانند در اینجا با مشق و تمرین مشغول شدن مهارت و ملکه ورزشی خود را بلند بردارند. 5 ایول اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دهات اورمیتان ناحیه عینی قصر پهلوانان سغدی و میدانچه بازی فوتبال را افتتاح نمودند. انشاءات نوی ساحه ورزش با جانبداری از سیاست پیش گرفته حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت رشد ساحه ورزش و در دایره تدبیرهای سازندگی به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سغد بنیاد شده است. منبعد نورسان و جوانان دهات اورمیتان میتوانند در اینجا با مشق و تمرین مشغول شده مهارت و ملکه ورزشی خود را بلند بردارند. در بنای نوساخت قصر پهلوانان سغدی برای به نمودهای گوناگون ورزش مشغول شدن از جمله گوشتین ملی شرایط ضروری فراهم آورده شده است. امروز در ناحیه عینی دهه اورمیتان قصر پهلوانان سغدی با اشتراک پیشوای معظم ملت کشوده به استفاده داده شد که در اینجا از نمود گوشتین زودو، گوشتین ملی مشق تمرین می نماییم. تالار ورزشی بالا پوشیده برای گذراندن مسابقه های سطح ناحیوی موافق می باشد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با شرایط های فراهم گردیده تاکید نمودند که جوانان و نورسان با استفاده از چنین امکانیت ها می توانند همچون ورزشگران کسبی آماده شوند و در مسابقه های سطح منطقوی و جهانی شرکت ورزیده شرف تاجیکستان صاحب استقلال را بلند بردارند. در شفت تالار ورزشی بالا پوشیده همچنین میدانچه ورزشی با درازی 60 و پهنایی 30 متر ساخته شده است. با شنیدن نهال درختان آرایشی و سایه افکن، صحن و اطراف تالار ورزشی بالا پوشیده و میدانچه ورزشی به یک موضع آباد و زیبا تبدیل یافته است. ساخته با استفاده دادن تالار و میدانچه ورزشی در این دهات دوردست مملکت شهادت آن است که حکومت جمهوری تاجیکستان بهر جلب نورسان و جوانان به ورزش توجه خاصه دارد. در زمان صاحب استقلالی در حدود ناحیه عینی 63 میدانچه و 25 تالار ورزشی ساخته مورد استفاده قرار داده شده است. امروز با تشبوسی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان در دهه ما میدانچه ورزشی کشوده کردید که جوانان ما می توانند در وقتای خالیگی در اینجا آمده به ورزش مشغول شوند. ما خود کوشش می نماییم که در وقتای خالیگی نیز به اینجا آمده به فوتبال مشغول شویم. بنیاد میدانچه و تالارهای ورزشی و جلب بیشتر نورسان و جوانان به تمرین امکانیت فراهم آورد که تنها در سال 2022 ورزشگران ناحیه عینی با اشتراک فعالانه در مسابقه های ورزشی سزاوار 10 مدال طلا، 16 مدال نقره و 26 مدال برنجی گردند. با تشبث و دستگیری های محترم جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در دهه اورمیتان ناحیه عینی یک تالار بر هوای با نام قصر پهلوانان سغدی با استفاده داده شد که جوانان دهه، جوانان این منطقه و یک خوشنودی آن را پذیرفتند. حرکت می نماییم که تمرین ها را پرزور نماییم و پرچم جمهوری تاجیکستان را در عرصه جهانی باز هم بلندتر و بلندتر برداریم. لازم به تاکید است که نورسان و جوانان ناحیه عینی به ورزش شوق و رغبت زیاد دارند و با مورد بهره برداری قرار گرفتن انشاءات ساحه نمودهای گوناگون ورزش باز هم رشد خواهد کرد.